نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی لالباز بالای شمس قهر بود که این همه سیبها را از کجا به دست می آورد که با خود به مکتب می برد. شمس از این کار انکار کرد ولی لالباز تهدید کرد که او این موضوع را روشن خواهد ساخت. از سوی دیگر جانداد در دکان متاثر نشسته است و ثمرگل به وی حیران است. مانده نباشی ثمرگل، امروز دکان بیخی برای توی لاکدام. زنده باشی جانداد استاد. هیچ رای نزن، ما که بودم خاطر جمع باشه. خوش شکر که هستی و ما دست بال آزاد هر جای رفته میتانم و غم دکان در دلم نیست. خوب میکنی، هر جای که کار داشتی برو ما هستم. راستی اگر اخم جگر خون و پریشان معلوم میشی، خیرت خواست؟ هیچ پرسان نکو ثمرگل، اگه بگویم پریشان و جگرخون نیستم دروغ گفته. خیرت خواست؟ بیخی دیگه رقم معلوم میشی، کجا رفته بودی؟ کتی کسی دواماوا کدی چطور؟ یاد خانه اوقات تلخ شده؟ نه دوا نکدیم، اگه او آدم در خانه می بود خامخا کتیش دوا میکدم و هوشیاری و چالاکی رو برش یاد میدادم. معجم که از کی گپ میزنی؟ ما خویش نفهمیدم که قصه چی قرار است. از مجید گپ میزنم که امید پیش شاگرد شاندیم. اونجا رفتم که برش بگویم که ما بچه ما برای یاد گرفتن کس پیشت شاندیم، برای مزدوری خانیت نه. خو یعنی مجید بجای یاد دادن کار امید داشته گیر کده و کارهای خانه خود سرش میکنه؟ همی گپ هست. از ساعتی که شنیدیم خونم در جوش است که چی غاید شو مجید ببینم و حقش در قف دستش بتم. خدا مجید ور آدم ها را انصاف بده، از یک طفل خرد کار میکشه و باج خانه خود سرش انداخته. باش که انصاف بده، او خانه خراب تا که میتونه سر امید کار میکنه، این سنگکشی هم خود کده سرش. تو نمیشه خلیفه جان داد، تو باید که چپت نگیری. برو کت مجید رو برو گپ بزن که از این کار خود بشرمه. بیا از او به میخاطر تا خانهش رفته بودم و تالیه کت که در خانه نبود، اگه نیکتیش حساب میکدم. اونه جان داد استاد، مجید دوله به سرک روان است، اگه میگی که استادش کنم. کجاست؟ چشمایت خو غلط ندیده؟ نه غلط ندیده. اون در پیش دکان که استاد شد، امو که کالای سفید پوشیده. راست میگی مجید. او مجید دار بخوی اکراتی سو بیا. او رقم نمشنوه، ما خو میگم بخی از پشتش برای در دکان گیرش میکنی. خوب گپ است، باید از که خودم دم راش برام. السلام علیکم ببو، چی دم داری؟ خوب هستی؟ و علیکم بسلام، خوب هستم. این همیجا زخ بلوت وار شیشتیم و قلخ چشمدار وار سهل دارم. زنده خو باشی، خوب مطلع خو میگی. راستی شاپرک کجاست؟ نخیرم که گو گوش نشده بانگ زده میره. مچه خبر دارم، دختر خانسای بز میشه که خو باشه که سر درکش نیست. ای دیگه چی وقت خو کدن است؟ دقیقایت روز باید از بکارای خانه برسه. ناجور خو نیست؟ ناجور نیست، جور تیار میگرده، شش فصل نان میخوره. چرا ناجور شد؟ از تنبلی زیاد خو است. اقه خو کدن هم با درد نمیخوره. یک ساعت که خو کد باید از بخیزه، چهار طرف خود خبر بگیره و در کارای خانه دست پیشی کنه. به من ناقوسانه نگو، برو خودشم بگو که بفهمه. چرا یک رقم خفاور معلوم میشی ببو؟ کس چیزی گفته چی رقم؟ هر کس که دهی خانه باشد از دست کارای شاپیره زوریش به ترقیدن میاید. هیچ پرسان نکو. چرا پرسان نکنم؟ شاپیره باز چی گله به او داده که تو را کار ساخته؟ ها؟ تمام روز نیستی که ببینی که زن چی کارستان میکنه. اما امروز فهمه گل خورده بود، بجای از ای که لبرویش بشوید لد کده بردش تا پسخانه تاریخ قیدش کده. کار خوب نکده،
اوش تو که خورد چی ده میفهمه که در پس خانه قید کدیش؟ از ما پرسان نکو، برو از شاپیره پرسان کو که بلبل واره برای دلیل بگویه. از اوام پرسان میکنم، مگم خودت برم بگو که چرا جلوشه نگرفتی؟ در جایی که تو باشی نباید اجازه بتی که رقم کارا شوه. من سر پیاز هستم نه بیخ پیاز، رفتم فهیم از پسخانه بکشم با یک پیسه کدیم، گفتم مسئله اولادایم غرض نگی. بخیالم که شاپیره دیگه ازت گذشته، باید از که ازش پرسان کنم که چی خو دیده که رقم رفتار میکنه. اونه خودش هست او لال بازک یو بازد جای ده جایم اونجا سپایی واره دریش کو که کار دارم صدقه کارت شوام. بانه ما ناظر، هر کاره که داری باشه به دیگر روز، دم حاضر من خودم جای رفته نیستم، علپتگی دارم. او صدقه علپتگی چوام، گب ده کلید کار نمی کنه. یا قدم دیگه رکت نکنی، اگه نیکتی یک سنگ ده کپی سرت میزنم که فرخانت برای او ستارای شود در روز ببینی. تو چی میگی ناظر؟ ملک استی یا قریدار که تو امر میکنی؟ او صدقه امرت چوام، ناظر بالاتر از ملک و قریه دار است. خنده من در بان دانه تسونی من پخ نکو، برای خیل خنده استادت نکدیم فاوید یانه. ای چی کار داری که سرم صدا کدی؟ مام کار عاجل داشتم، میموندی که میرفتم، این حال ناوقت میشه، تو خوی اگه آدم روزگم هستی. او صدقه روزگمی و شوگمی چوام، این حال نشانت میتم که چی کار دارم. بیشده بیشده میکنی ناظر، دیوانه شدی که در گریبان مردم دست مندازی؟ لاکو که چی شد پیرانم؟ صدقه پیران چوام، گفه کشال نکن، راو در راه گچو که وقزایی میشاله دیگر گرد. لاکو از یخن مو ناظر، از دیوانه خانه خو نگریختی که ناق بر ناق گریبان ما گرفتی و میگی در آگت شو کجا برام؟ صدقی کجا و ناکجای چوام، جایش معلوم از دیگه، نی دلیل بگو نی دلائل، پیشو که پره 24 تالو طول داده. حالا دیگه اگه نی تکور موشتی کست کنم که رو دایت این دل کت جایا. باش خی گپ و نرمی خو نفهمیدی، ناله نشانت میتم که یک نان چند فطیر میشم. خوردی او دیوانه زنجیری؟ خانه با پاره کدی خیر باشه، صدقه دیوانه زنجیری چوام، آش مردا دیر پخته میشه، تکمای صدفی و قیمتی خنم کندی، کتی سیخ داخ که جزا نتو نمیبانمت. مرا خاک ناظر دی بالا میگه، نامش که مرد است چشمش از من میسوزه. برو ای که ناظر، او بسر نیستی، ای وزی ازی که کت مردم دست بایخن میشی، کلینیک برو که در شفاخانه عقلی و عصبی ولایت معرفیت کنن. او صدقی معرفی و تعریفی و ندافید شواب، من دخلی و عصبی نمیرم، شکر و شیار و فامید استم، مگم سعی کو که تو را پیش شکست بند رایی میکنم یادی. مجید دیده جای تا بگی که سرد میشه. او نه، یگان دانه شیرینیگه که جواردارم ددانت پرتو که چای تلخ مزه نمیته. زنده باشی خلیفه جان داد، گفته یگان تا که گرمی نه گرمی میورداره، دمی روزا چای کیف میکنه. راست میگی، ده گرمی هر کسی که ببینی عرق میکنه و توش نمیشه، باز بسیاری با جای او یخ چای میخوره. خب ایره نگفتی که چطور مرا سونه دکانت آوردی؟ معلوم میشه که کدام کارم داری گتما؟ اگر راز بگویم، من اول سونه خانهت رفتم، باز اونجا که نیافتمت یک راست آمدم دکان، که خود گفتم که خامخا اینجا میباشی. آه تا که یک ضرورت نباشه دیگه جایی نمیرم. خب خیرت باشه. او بیادر، از ما و خودت خو کار یک روزه نیست،
یکی دیگه خود از سالا میشناسیم. مگم خودت یک رقم ترازو در زمین میزنی و سرناباشی میرکتی ما گرفتی. در گپت نرسیدم جان داد. خدا ناکده مخو کدام چیز نگفتیمت. یا از دانم تو گپ نبرامده که تو را خفه ساخته باشم. مرا چیز نگفتی. مگم بچه ما که پیشت شاگرد شاندم که کار نجاری را یاد بگیره دلش ازمو شاگردی بد کدی. سعیز دیگه شاگرد شد. ما چی دلش بد کدیم؟ اونه دوکان بود یاد میگرفت. ما خودمشه نگرفتیم. بانی ما مجید شاگردی ما گردی نیست. بگو تمام روزش در خشرکاری و کارهای سقیله تیر میشه. او گپا نیست جان داد. کدام کس غلط ما ماندید؟ ما سرز بچی تو کار خلاف نکدیم که نقص برش برسه. فلو تبازی ربان مجید من ثبوت دارم که کارهای شاقر سر امید میکنی و در قصی از این نیستی که کس پیاد بگیره. برو تیر کلم براتا. من هیچ به شاگرد ضرورت ندارم. ایرو هم تو شله شدی که بگیرش. خودت رضایت داشتی. اگر نه من چی در کلی خود میزدمش نال خور زیادگی. سعیز که به رضایت ما گرفتیش. مقصد ما ای بود که باید از کس پیادش میدادی. ما نگفته بودم که شاگرد بگی و در هر کار سخت و خشره پرتش. خوش هستی خوب نیستی بچه تا در خانه در پولید بشان. ما را تیر از میشروع چرب نوش جان خودت. ما نگفتیم که کار نکنه. مقصد ما ایست که کار نجاری را یادش بتی. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی جانداد خیلی متاثر بود زیرا امید را به این هدف نزد مجید ساخت. جانداد خیلی متاثر بود زیرا امید را به این هدف نزد مجید شاگرد ساخت که با وی نجاری بیاموزاند. ولی مجید نه تنها با وی نجاری را یاد نمی دهد بلکه از وی به مثل یک مزدور کار می گیرد. آن سوی دیگر قمبرگل به خانه آدم خان برای مشوره رفته است. خدا کنه که آل ملک صاحب آدم خان در خانه باشه که مرا یک مشوره خوب بده. اگه نیه ایران هستم که چی کنم؟ تو باش که یک کرت دگام تختخ کنم خداست که با کنه. بس فامیدی کش کیستی که یک بیوار تختخ کده را ایستی؟ مستم قمبرگل بچه کاکا اکبر. بس فامیدی کش صبر که این آمدم. اوهو قمبرگل ماندنشی؟ زنده باشی ملک صاحب آدم خان. بس فامیدی که از چرا اینجا دانه دروازه استادستی؟ بیا که بریم خانه یک پیلک یک چای بخور. سلامت باشی ملک صاحب. چای قرض باشه. باز یکان وقت دیگه میخورم. حال عجله دارم. خیریت باشه. بس فامیدی که از چی عجله داری؟ آمدم که از بوده یک گپ از پیشت مسلات بگیرم. بس فامیدی که از مقصد گپتا نفامیدم. دباری چی میخوایی مسلات بگیری؟ چی بگویم ملک صاحب؟ از دست بیکاری و بیروزگاری بیخی جان به سیر آمدیم. حال یک روشنی پیدا شده. از امو بوده پیش خودت آمدم که گپ بزنم. چرا که خودت یک آدم با تجربه و کلان هستی. در یه سابا زیاد میفامی. بس فامیدی که از تو بگو هنه که چی گپ هست؟ باز ما در خدمت هستم. چی بگویم ملک صاحب؟ پیش پردل رفته بودم و از بوده بیکاری شکایت کردم. بازو گفت که اینجا کاروبار نیست. کتم وعده کرد که خارج روانت میکنم که خوب پیدا و پناه داره. از امی بوده پیش خودت آمدم که مرا مشوره بدی که چی کنم. یارا بس فامیدی کس مرا خوب باورم نمیه که پردل تو را خارج روان کرده بتانه. چرا که او یک دوکاندار آدم است. او کسی لایق نداره که کس خارج روان کنه. گپت به جای است. مگم خود پردل ای کار نمی کنه. یک اندیوالش به نام شیراغا جوانا را از رای قاچاقی خارج می بره. بس فامیدی که از تا خارج رفتن خود زیاد پیسه کار است. توی که پیسه را از کجا می کنی؟
به بانی واکدن دکان در بازار ولسوالی از آقای میگیرم. ای تو که هست ایش تال و طول نتی قمبرگل، چرا که این رقم چانس پیدا کرده نمیتونی؟ یک چند تا بچه جوان ها از قرید چنار رفته بودن خارج. حال خوب کار و بارشان در اونجا جور است. هر ما به خانه خود پیسه روان میکنن. یعنی که مام کمر سفر بسته کنم بخیر؟ معلوم دار، بس مامدی که از در کار خیر عجله کار است. تا که میتونی وقت از دست نته. مگم خدا کنه که برسی، بسیاری بچه ها نمیرسن. در بگیره ای اولی که چقدر زود جد و جنگل میشه. هر روز جارو کده جارو کده کمر نمان برم. خیر باشه، تو نمیمانم ده. یک روز نه یک روز قصدم ازت میگیرم. وی خاک در سرم شد لال باز. ای تو را چی شده؟ چرا گریبانت بار است؟ نکه کده کدام تا جنگ و دعوا کدی چی بلا؟ که ای تو آرام میمانم ایش. خستی یخن پاره شدگی مزش میگیرم، ماندن والاش نیستم. آل چی شده؟ یک کرد خوب بگو که کی تو را به یال روز انداخته؟ دیگه کی هست؟ در قریه یک دیوانه داریم. حق ناق کت مردم جنگ میکنه. معلوم میشه که به ناجوری عقلی و عصبی اخته شده. باید از که سرور خان نمانش که قدم خود بیرون بانه. اگه نه یکی از دستش روز خوش نخواد پیدا کنه. مچم که کی را میگی؟ تو سوچ بگو که ما بفهمم. ده و ده بالا بغیر از ناظر دیگه کی دیوانه و اصاب خراب است؟ بیخی عقل خود از دست داده. چی میگی تو لال باز؟ ما خود تا بالا از دان کس نشنیدیم که بگوی اصاب ناظر خراب شده. مچم که تو چرا ازش شکایت داری؟ آخرش مشنوی. این سایکو که کت ما به ناق جنگ دعوا کرد، زد یخن ما کم بخت بیچاره را پاره کرد. البته زیاد آزارش دادی. یا که سر کدام چیز کدش جنگ و دعوا کدی؟ نه بابا، هیچ چیزی نگفتمش. در آ روان بودم که سرم صدا کد و گفت که استاد شوم. وقتی که استاد شدم آمد یک ناچاب در خنم دست انداخت و کتم دعوا کرد. شاله بود که بریم پیش سرور خان. این کارش بسیار اصاب و مخراب ساخته. تو نمیمانمش، جزایش هم ایتم. آرام باش لال باز، یک بی حوصله نشو. جنگ و دعوا رای حل نیست. از من میشنوی؟ برو پیش سرور خان گپ به خود معلوم کو. باد از او کد ناظر گپ صاف ساست. اشکیه کرد که امید بیایه من کدش کار دارم. مانده نباشی خلیفه مجید. مانده نباشی سرت بخوره. تو باز نا وقت کدیه؟ رو شد یک کرد نزدی که ما بیا که کار دارم. هلا 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 نوخ نکدیم. چرا مرا نزدیک میطلبی؟ چی گپ شده که سرمی تو قارستی؟ گفتم نزدیک بیا، گپ نمیفهمی؟ یا میگی که خودم کاربانم با جانت بیایم؟ ای نامدم چی میگفتی؟ دیده میگفتم که بخوری و آدم شوی و که تمه رنگ بازی نکنی. ما چی کردیم که مرا گتی جواد زدی؟ گناهیم چیست؟ گناهی تا خودت میفهمی؟ چرا رفتی پیش آقای چغلی و شیطانی کردی که خلیفه مجید سر من کارای خانه خودم میکنه؟ من با آقای نیچیز نگفتم. آقلارم اتومت نکن. من اتومت نمیکنم، گپ حق میزنم. توی توی یک آدمی هستی که اول کل کارایی را کنجا میکنی برای آقایت میتی. سرم اخو مار نکنده برم گپ ها اینجا را در خانه بگویم. خدا زیر لطو گوب تو بردم. زیاد گپ نزن که باز خوب نمیشه. دانه تا چوب بگی و کارای تا پیش ببر. اگه نه اون راید. گپ نزن خلیفه، من طول بر آقایم چیزی نگفته. از این بابادم نمیگم. خوب است، هر قدر که دانه تا چوب بگیری همه که بفایده است. اگه نه نمی رقم هر روز از پیشم چپاد میخوری. و آقایتان بگو که اگر دلش برت میسوزه قرار در خانه نگاهید کنه. سعید برش میگم مگم با خودت برم قار نشی که چرا گپ به دکانه در خانه گفتی. لا حول ولا. او بچه ما چون دوکلی تو بچه های مغز چی هست؟ ما از آمده گپ بدو گفتم برای آقایت نگویی. سعید نمیگم، اگه گفتم باز هر جزایی که دادی قبول دارم. سعید بسار پیش ما پنگ پنگ نکو. الا بیلوارده برو تبیلار تراش کو. که اضافی و گرد خاک شام یک طرف بان که بیخی دایی سر پیش نمیشه. بیگی بخو
که دنیا را به فرق برداشتی. یک دقیقه که تال بخوره بانگ زده مغز در سرم نمیمونی. بابا چشمت روشن، دعایت بعد از بسیار وقتا در حق ما قبول شد. او شکر. مگر کدام داره میگی قمبر گل؟ ما خو بر تو بسیار دعا کردیم. خوب فکر کو، باز میفهمی که ما چی خوش خبری برات دارم. بانو بچه، ما چی فکر کنم؟ هر خوش خبری که از برم بگو خیر و خلاص، ناق از گپ چستان نساز. بعد از بسیار تپ و تلاش و زحمت بر خود یک کار پیدا کردیم، بسیار درآمد خوب داره. وی راست میگی، من میگم بلای در سرم که قخش هستی. ای کار چی باشه؟ تنخواش چقدر؟ حال تنخواه منخواه نداره، ما باید که یک کم پیسه مصرف کنم بعد از او باز فایدهشه ببینم. ای نه، من ناق خوش شدم که برو در کدام جای کار گرفتی و بعد از ای تنخواه خور میشی. میشم اگه تو کدم کمک کنی و برام پیسه پیدا کنی. ما پیسه از کجا کنم او بچه؟ خودت خو میفهمی که چند سر عیال و نانخور هستیم. بغیر از پیسه سودا دیگه پیسه پیشم نیست. ده پیسه سودا چیزی نمیشه، باید از که پیسه کم زیاد باشه که کار مکتش جور شوه. اقا پیسه که میگی از کجا شوه و بچه؟ ما خو کدام گلکنه ندارم که برات بکنم و پیسه بتم. اگه کوشش کنی میتونی برام پیسه پیدا کنی. که تا آقایم گپ بزن، او حتما یک راه و چاره پیدا میکنه. من از جیب آقایت خبر هستم. اتو مفلس هست که بیچاره این در سودای خانه درمانده. خیمه پیسه از کجا پیدا کنم؟ بی پیسه خو نمیشه. برو از یگان تا قرض و وام کو. اون خودت میگی که در این کار پیسه زیاد گیرت میایه، باز وقت بته. در این زمانه کسی سر نور چشم خود اعتبار نداره. سر مواری آدم کم بغل و بیکار کی اعتبار خواد کرد؟ یک نفر از که سرت اعتبار خواد کرد. برو پیش سرور خان، او بسیار پیسه دار است. در روی آزنه خود که توستی نه نخواد گفت. گپ تو هم بی جای نیست. یک کرد میرم پیشش، شاید برام کمک کنه. مگم تو هم کد آقایم گپ بزن، شاید او هم یک کم پیسه برام درک کنه. نو زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. قمبرگل به مادرش زرمینه گفت که کار پیدا کرده است، ولی در اول به پول ضرورت دارد، ورنه کار را از دست خواهد داد. زرمینه به او مشوره داد که از نزد خسربرش سرورخان قرض بخواهد. از سوی دیگر ناظر نفس سوخته و گریبان پاره نزد سرورخان می رود. این که چه اتفاق افتاده است در درامه مشنویم. خوب سیدکو سرورخان، اینی حالت و اینی احوال. صدقی حال و احوالت چوار. اوه چی کردی او ناظر؟ یخنت در کجا پاره کردی؟ لد خوردی از کدام درخت افتادی و گریبانت در شاخش بند مانده؟ نه او صدقی شاخ و شاخ چه و گلم و گلم چید چه و مرکز لد کده نمیتانه. ای کلش از خاطر خودت بود. مخون ما از بوده خودت در قف دستم گرفتم و جان فشانی کدم. ما خو کدی کدام کسی جنگ و دعوا نکدیم که تو پشتی ما گرفته باشی و از خاطر ما گریبان کنده شده باشه. صدقی گریبان کندیم شوام. تو میفهمی که زور ناظره این از قماندانا و لسوالا کده بالاست. از کلگیشان کده در گرفتاری دوزا و راگیر و کامیاب است. هیچ کس کت ما برابری کده نمیتونه. کلید صحیح کار میکنه ناظر. امروز باز لاب زده میری.
من نفهمیدم که کدام دوزه میگی و در کجا گرفتار کردی. پشت جاش نگرد، یک رقم گرفتاری کردم که تنها دوز نی، این پدرشم گرفتار کردم و دستاشان را در پشت سرشان بسته کردم. ایتو جزا دادمشان که نام باغچه سرورخان بگیرن لرزه بفتد جانشان. سهیست اینمی گریبان پارید سرگپاید شایدی میتا و میگه که ناظر براستی دوزه گرفته و جزا داده. او صدقی جزای چوم خان سرورخان، ای گپی خیلی خندی نیست. اگه گریبانی و آدم هم میدیدی میگفتی بیشک از ناظر کتمیش چاکار یاید. گریبانی از آن باره شده بود، یعنی هستو کد از یادتر بود. صدقی زیاد و کمت چوا سر روی شدست خراشیدگی کتابچی اوشتکا وار خط خط معلوم میشد. گریبانشم تا دامن چیره شده بود، هر کس میدیدش شناخته نمیشد. خب تو ایره بگو که دوز و پدر دوز کی بودن؟ میشناختیشان یا از کدام قریه دیگه آمده بودن؟ نه صدقی قریه دیگه چوا مف پشتشان نمیشناسا. حال دیگه وقت کم است، اگر نی شجریشانم میکشیدم بره همه قناعت کو که لالباز ولد جانباز ولدیت گلباز. خو لالباز دی سربنده میگی، او خواهی تو آدم نبود، چطور که دست به دوزی زده و بچه خدا ما مخته کده. او صدقی ها مخته و مخته خوری چوام تا جایی که نوکرت تاخی کده خود امی لالباز بچه خدا وشت کده که برو از باغ سرورخان سیب دوزی که وی وی که دلم سرش خوبی سره. خیر باشه ناظر، ای گپ ما معلوم میکنم، مگم کار تو هم غلط بود که دفتن که تیگ آدم دست بیخن شدی. از ای با دوشت باشه که تو کارهای سر به خودی نکنی. حالم از بابا تو خوب سل کلسون کالایم ایت دیدنم ایشه بیخی دلم از امی زندگی سیاه شده. ای چی گپ شده امید؟ ای کالای تا دا کجا مردار کدی؟ چی پر شده؟ بیخی رنگش گشته. معلوم دار که رنگش میگرده، کلش کتی سرگین گاو یکی شده. اینه تو اینجا با یک زامت آمدم. ای سرگین گاو از کجا شده؟ تو خونه دا قصابی کار میکنی و نی چوپانی میکنی، دیگه چرا ای تو شوی؟ خونه تبیله را پاک میکدم، پایم که لخچید افتادم کالایم سرگین پر شد. تو تا تبیله چی کار داشتی او بچه امید؟ بیکار مانده بودی یا سات تیر نمیشد؟ نه آقا، ما تبیله را پاک میکدم یک دم افتادم، اگر نه کالایم مردار نمیشد. خدا انصاف بده این مجیده، بسیار یک آدم ظالم است، سر یک خوشوشت و کارهای گران که سخته میکنه. من از گو ترسیدم، از تبیله ما پرامدم وارخطا شدم نتانستم افتیدم، اگه نه تو نمیشدم، بسیار کارهای خشره را سرم میکنه. تو باش که ما از قلعه برایم، باز غب از این گپ ها میخورم، گپ ما سرش تاثیر نکده. کجا میری جان داد؟ چرا یک دم پیشانی تر شد و سونه در حوزه قلعه رفتی؟ میرم که یک رت مجید ببینم و کتیش گپ بزنم، چندان کلا نداره، هر چیز یادش میره. گمشک آقا، بانش، بیاسو به گپ کس گوش نمیکنه، کار دل خودم میکنه. ما ورز کتیش گب زدم، فاماندمش که دیگه تو کارهای خشتر سر تو نکنم. وعده کت که نمی کنم، مگه مینه بازم از خر شیطان تا نشده. باندگه جان داد، حال رفتن تا هیچ فایده نداره، روز رفته، باز کدام غایت دیگه خود رفتی، دیگه ای که با کار گفتگوی نمیشه. بابو از اقا گب سخن کده، اول کالای پاک مره بتی که برم دستوروی ما باشوی ما بپاشم که کل جانم کتیش بوی میده. سرورخان، او سرورخان، تو را میگم. چی میگی لالباز؟ یک دقیقه صبر کو که کارت دارم. سعیس، این استاد است. سلام علیکم. علیکم سلام. لالباز خیریت است، مرا چی میگفتی که صدا کردی؟
روشو بگو که جای کار دارم و سرم ناوخ میشه. چی بگویم سرور خان، از بوده ناظر در دو بینی رسیدیم. ناظر چی کده که از دست شکایت داری؟ بگو چی نکده سرور خان. دین روز در را تیر میشدم، به کلی در خنم دست انداخت و یخنم مپاره کرد. گب چی بود که ناظر ای کار کتت کرد؟ مچم والا ناظر دیوانه شده، از من مشنوی؟ ببرش پیش یگان دکتر و غمش بخو. اگه نه هیچ کس زقری از دستش آرام نخواد بود. ما که میبینم تو هم از خانوادت بی خبر هستی. مقصد گپت نفهمیدم، چطور این گپ مرا زدی؟ این گپ به خاطر گفتمت که تو از بچیت شمس خبرگیری نمیکنی. شمس چی کرده که من ازش بی خبر هستم سرور خان؟ تو خوب بگو نه؟ شمس کتی دیگه بچه ها یک جای در باغ ما در آمده بودن و سیبای درخت های مکندن. چیزی که بوتای بانجان سیاه و دیگه ترکاری بود زیر پای کده باغچه را غوبل غوبل کده. گوره چی میکنی که شاخچای درخت ها را هم شکستاندن. از امی خاطر ناظر قار بوده، فکر کده که تو خبر داری، از خندت گرفته و کتید جنگ کده. من خواه از ایگه اصلا خبر نداشتم. باید از که ناظر پیش از پیش میگفت باید از او در خنم دست منداخت. راست میگی، تو اق بجانب استی. ناظر نباید که بی خبر در خان خود دست منداخت و کتی جنگ میکرد. ناظر کار خوب نکده. تو کی نه نگی، مگم شمس یک کمی نصیحت کو که دیگه بی اجازه در باغای مردم داخل نشه و ترکاری های کسا تاوان نرسانه. گپت بجای است. انشالله که نصیحتش میکنم. مگم ما که فکر میکنم در این کار تنها گناه شمس نیست. شاید که دیگه بچه های قریه او را پیش انداخته باشن یا هم شوقی شده و کتشان رفته در باغ خودت. شاید هم تو باشه. باید از که خانواده اوش خود از اون اولادای خرد و کلان خود بگیرن که خدای ناکرده سبا روز در کدام کار خلاف دست نزنن. بوی قنبرگل، دی وقت چی نمی پولیدی که نیافتی و چرتی شدی؟ یک چیز پیسه کار داشتم، مگم در بکس کم است. چاره نمی شکتش، مچیم کالا چطور شوه؟ اقا پیسی زیاده چی میکنی او زن؟ نی که تجارت شروع کدی و من خبر ندارم؟ اگر راست بگویم، پیسه را من خودم کار ندارم، به قنبرگل می دادم. قنبرگل پیسه را چی میکنه؟ هم کم توم نی، میگه زیاد باشه. به خیالم که قنبرگل به خود کدام کارو بار پیدا کده ده پیسه ضرورت داره که کارو بار خود شروع کنه. نفهمیدی که چه رقم کارو بار است که به پیسی زیاد شروع میشه؟ ویشه خبر ندارم، مقصد بی پیسه نمیشه. تجارت خود کرد یا که کدام دوکان وا میکنه که پیسه کار است. من ده ای کارش خوش شدم، مگم جگرم به ای خون میشه که من پیسه ندارم که می دادمشو کار بارش سر می گرفت. خی چطور شوه؟ قنبرگل بیچاره چی خواد کرد؟ ما میران ماندیم، خدا وسیله شکنه. مگه می داشتم خود ضرور می دادمش. خیر است، تو یک چاره کو؟ مگم دل قنبرگل نشکنان، ارقم که میشه پیسه پیدا کو که کار بار کنه و از بیکاری و بیروزگاری نجات پیدا کنه تا به کید خانه بیکار بشینه. تو هم چی گپایی میزنی بوبوی قنبرگل؟ حالت یک وقت آمده کس به کس قرضم نمیته، من پیش کی برم قرض بگیرم؟ خیلی چطور شوه؟ چی چاره کنم؟ دیگه چاره نیست، ناچار که یا چند تا گوسپند سودا کنم برش یا که یک توت زمینه که کار شوه. او کار خودت است، دلت رقم که میکنی، مقصد قنبرگل صاحب کار بار شوه و از این بیکاری خلاص شوه. بیا خیر باشه، یک چاره میکنم. اگه کت قنبرگل کمک نکنی دیگه نخواد که صاحب کار شوه. اینمی خوب وقت است که برش پیسه جور کنی که کارش رو کنه بخیر.